با سلام، سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین. به کانال من خوش اومدید. امروز جلسه دوم یادگیری زبان آلمانی هست. امروز قراره که در مورد ترکیب حروف زبان آلمانی با هم صحبت کنیم که این حروف وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن چه آواهایی رو ایجاد میکنن و در تلفظ کلمات قراره که به چه نکاتی توجه کنیم. پس با من همراه باشید. خب میایم سراغ درسمون. تو جلسه دوم قرار شد که من در مورد ترکیب حروف با هم دیگه صحبت کنیم که از ترکیب حروف یا به عبارت دیگه از کنار هم قرار گرفتن حروف چه آوایی تولید میشه و این خیلی مهمه در تلفظ کلمه، یعنی همه یا اکثر کلمات آلمانی این ترکیبات توش هست و اگر اینو ما بلد نباشیم نمیتونیم کلمه رو درست تلفظ کنیم. خب شروع میکنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ ترکیب حروف، سه تا حرف هست در زبان آلمانی که روش دو تا نقطه قرار میگیره که اونا رو میخوام اول توضیح بدم چون اونا هم خیلی مهمن، باید بدونیم که چجوری تلفظ میشن. اما خب اینجا خب باید بدونیم که چجوری تلفظ میشن. اولین حرف حرف آ هست که دو تا نقطه روش قرار میگیره. البته من درست نیست بگم آ، یک طور دیگه تلفظ میشه، ولی برای شروع میخوام توضیح بدم. حرف آی که دو تا نقطه روش قرار میگیره به این شکل، این حرف خونده میشه ای، نه به اون شکل ای که ما یاد گرفتیم. یک مقدار باید این رو بیشتر بکشیم ای، یه حالتی که تفاوتش رو بتونیم نشون بدیم. البته اونقدر در ابتدا مهم نیست که ما روشون حساسیت نشون بدیم، اما دونستنش هم بیفایده نیست. خب پس شد ای. حرف بعدی که روش دوتا نقطه قرار میگیره حرف این حرف هستش. این حرف در واقع او هست که دوتا نقطه روش هست، بهش میگیم، یعنی تلفظش میکنیم او تلفظ میکنیم نه او. او یه حرف دیگه هستش و اگر ما اینو نتونیم درست تلفظ کنیم گاهی اوقات معنای کلمه رو عوض میکنیم و گاهی اوقات حتی میتونم بگم که تفاوت بین دوتا کلمه به یه موی بنده، به قول معروف میگن به یک موی بنده، یعنی به همین دوتا نقطه گاهی اوقات معنی کلمه عوض میشه اگه ما درست نتونیم اینا رو تلفظ کنیم. حرف بعدی هست در واقع اوی که روش دوتا نقطه داره و ما تلفظش میکنیم او نه او. پس ما این شد او داریم بدون نقطه میشه او، اما با اون دوتا نقطه میشه او او او. در زبان ترکی هم ما این حروف رو داریم و اونایی که زبان آذری یا زبان آذری زبانن یا ترکی بلدن میتونن صحبت کنن، اینو بیشتر میتونن بهتر شاید بتونن ادا کنن، زودتر یاد میگیرن. اما با تمرین میتونید که تفاوت این دوتا حرف رو، یعنی بین او و او، بین او و او، بین آ و ای، البته آ و ای راحت تره تلفظش، یعنی فرق بین آ و ای راحت تره، اما او و او، او و او یکم فرق میکنه و گاهی اوقات در معنی تفاوت فاحشی داره. اگه ما نتونیم اینو درست ادا کنیم معنی اون کلمه رو زیر و رو میکنیم و خیلی به خاطر همین مهمه که درست تلفظ بشن. این حروف رو ما در زبان در واقع در زبان آلمانی بهش میگیم اوملاوت، یعنی لاوت میشه آوا، صدایی که از اون حرف میاد بیرون. حرف ما آ بوده ولی عوض شده، اوم اول کلمه میاد یعنی عوض میشه، اوم لاوت، لاوت میشه آوا، اوم لاوت یعنی اون آوا عوض میشه، عوض شده از اون آوای قبلی نیست. اگه آوای اولی ما آ بود میشه ای، اگه او بود میشه او و اگه او بود میشه او، به اینا میگن اوم لاوت. خب و براشون مثالم میزنم براتون در آخر، چون میخواییم که الان بریم برسیم به ترکیب حروف که حروف وقتی کنار هم قرار میگیرن
چه آواهایی تولید میشه. یکی از این حروف که خیلی هم زیاد هست در زبان آلمانی، البته میتونم بگم همشون همیشه هستن، همیشه حضور دارن در صحنه، یعنی شما نمیتونی یه کلمه پیدا کنی در زبان آلمانی که اینا نباشن، خیلی کم. خب یکی از اینها که من شروع میکنم ا و ایغ هست. ا و ایغ چرا کوچیک نوشتم اینجا؟ خب یکی از این ترکیبات ا و ایغ هست. ا و ایغ اینا با هم دیگه آوایی که ازش میاد بیرون آ هست. ما ا و ایغ می نویسیم ولی آ خونده میشه. اینو با یه مثال بهتون توضیح میدم. این اتومات بزرگ میشه. خب اینو با یه مثال میتونم بهتون توضیح بدم. مثلا ما یاد گرفتیم که این حرف ف هست، فاو، در واقع فاو، صدای ف ازش میاد بیرون، اینم آ هست، تا اینجا میشه فا. حرف بعدی ت هست، میشه فات. وقتی ا و ایغ پیش هم قرار میگیرن، اگر در آخر کلمه باشن آ تلفظ میشه و با هم دیگه این کلمه میشه فاتا به زبان آلمانی. اگر ما اینو ندونیم، ما اینو تلفظ میکنیم فاتر، فاتر و دا واتر. باید بدونیم که این ف خونده، فاو خونده میشه، تلفظ میشه و این هم آ، این دوتا با هم میشن آ. ای و ایق با هم دیگه میشن آ، پس میشه فاتا. پس اگر ما با کلمه ای مثل این روبرو شدیم، باید بدونیم که آخرش آ خونده میشه، اولش هم که راحت فاتا. خب این یکی از در واقع مثال هایی بود، خیلی زیاد هستن، خیلی زیادن. خب ترکیب بعدیمون که من اینجا یادداشت کردم که یادم نره، در واقع آوای آی هست. آی که آی با ای این صدا رو تولید میکنه، این در واقع آوا رو تولید میکنه. آی مثل مای. مای یکی از همون ماه می هست، ماه پنجم سال میلادی، مای. پس اگر ما اینو ندونیم میمونیم این ما مما ای ما، چجوری باید اینو بخونیم؟ ما ای، خیلی ها اینجوری میخونن، میگیم نه، این آ و ای کنار هم دیگه خونده میشه آی، پس میشه با هم دیگه مای. خب من یکم مکس میکنم، شو اگه دوست داشتی شما هم تکرار کنید با من. پس یه دونه اینجا یاد گرفتیم، ترکیب ا و اغ میشه فاتا. شما میتونید با من تکرار کنید، من یکم مکس میکنم تا وقت داشته باشید تکرار کنید. پس میشه فاتا، فاتا. خب بعدی میشه آی، میشه مای، ماه می، مای. تکرار کنید با من، مای. دو تا کلمه یاد گرفتیم، فاتا، فاتا. کلمه بعدی مای، مای، ماه می. فاتا میشه پدر، مای میشه ماه می. اینا رو اگه ما یاد بگیریم، روخونی کردن برامون خیلی راحت میشه. تا نتونیم کلمه رو روخونی کنیم، تا کلمه رو بشنویم با گوش، نمیتونیم به ذهن بسپریم. تا به ذهن نسپریم نمیتونیم به یادمون بیاریم، و تا به یادمون نیاریم به طب نمیتونیم حرف بزنیم، اون کلمه رو به زبون بیاریم و حرف بزنیم. به خاطر همین خیلی مهمه اینا، از همون پایه، از همون ابتدا باید ما از حروف شروع کنیم، از ترکیب حروف با هم، که در آلمانی از این موارد خیلی زیاده. این شد ترکیب ا و اغ، آ و ای. ترکیب بعدی که یاد میگیریم ترکیب دو تا حرف، ببخشید اینجا من باید یه چیز دیگرم بگم که صدای آی میده. آ و ای صدای آی میده و ای و ای هم صدای آی میده. خیلی مهمه، این دوتا صدای آی میدن. اینا رو میتونم حالا کن. این دوتا صدای آی میدن. پس شد آ ای میشه آی، مای،
ای هم میشه آی. مثل چی؟ مثل درای. درای شاید به گوشتون خورده باشه، میشه عدد سه به آلمانی. درای. پس شد آی مثل دی رو میگید د غ درای. ببینید تو د و ار بین اینا هیچ آوای دیگه تولید نمیشه. د غ. به اینا میگن حروف بی صدا یا همون کنسونانت به آلمانی میشه. پس میشه د غ درای. اگه این نباشه نمیتونیم ما این کلمه رو تلفظ کنیم. درای باید باشه. درای. اگر ما ندونیم که ای و ای میشه آی، متاسفانه نمیتونیم اینو تلفظ کنیم. باید بگیم در در ای در ای. چجوری خوب این تلفظ میشه؟ خب ولی اگه بدونیم ای و ای میشه آی، راحت میگیم درای. اگه بدونیم آ و ای میشه آی، راحت میگیم مای. ای و ار میشه آ، میشه فاتا، مای، درای. فقط اینه که باید اینا رو یاد بگیریم، اینا رو بدونیم. خب بعدی چیزی که میخوام الان بگم، ترکیب ای به اضافه او هست. ترکیب ای و او با هم دیگه میشه اوی. اوی مثل چی؟ مثل حرف، مثل کلمه. خب این کلمه رو حالا میذارم به عهده خودتون، شما تلفظش کنید. اوی. اگه این اوی باشه، اولین حرف ما بی صدایی میشه ل. اینو که میدونیم ال میشه، میشه لوی ت. اوی میشه لوی ت. تکرار کنید. اوی میشه لویته. پس شد لویته. لویته به زبان آلمانی میشه مردم. اوی لویته. خب یه ترکیب دیگه هم هست، اونم در واقع همین آوای اوی رو تولید میکنه. اون میتونم اینجا بنویسم، نارپاک کنم. اون هم هست آ. آی املاوت بهش میگن، آی املاوت یا همون ای. آی املاوت ما صداش میکنیم، آی املاوت و او. پس آی املاوت و او هم آوای اوی رو تولید میکنه، یا به آلمانی میگن لاوت. لاوتی که ازش، یعنی صدایی که ازش میاد بیرون، میشه اوی. پس شد این ای و او شد اوی. ای و او هم شد اوی. مثل چی؟ مثل اینجا نوشتم اوی مثل هویزا. مثل هویزا. هویزا در واقع بعدن یاد خواهیم گرفت که جمع کلمه هاوس هست به معنی خانه. جمعش به این شکل میشه، یعنی خانه ها. این کلمه معنی خانه ها رو میده. اوی میشه هوی. اوی مثل هوی. هویزا. پس شد هویزا. تکرار کنید. هویزا میشه خانه ها. خب خب تا اینجا ما 5 مدل از ترکیب حروف رو یاد گرفتیم. ای اغ، آ ای، ای ای، ای او و ای او. که در واقع مثالاش هم دیدیم که چی میشن. ترکیب حروف های بعدی رو چون که دیگه ویدیو خیلی طولانی میشه، میذارم برای جلسه سوم، به عنوان جلسه سوم ضبط میکنم. و تا اینجا فکر میکنم کافی باشه، زیادم نباید که بحث رو سنگین بکنیم و آروم آروم باید پیش بریم. البته هیچ نگران نباشید، اولش شاید یکم این کلمات براتون غریبه باشه یا سخت به نظر بیاد، اما به مرور که این کلمات تکرار میشن، هی تکرار میشن و تکرار میشن،
و دیگه برامون خیلی عادی میشن و آسون میشن. اصلا در واقع بحث یادگیری همینه، اولش سخته، با تکرار و تمرین آسون میشه. خب دیگه فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه و تا جلسه دیگه با اتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه دوستان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.